دوستان و تماشایان عزیز سلام، وقت شما خوش. اگر احیانا با من آشنا هستید به خاطر آشناییتون با برنامه نبض بازارهای مالی بوده که سالهای متمادی در تلویزیونهای مختلف برنامه پخش میکردیم، بعد هم احیانا ممکنه مشترک رادیوی ما بوده باشید. بیگودار داستانش کاملا فرق میکنه با نبض بازارهای مالی، و چون اولین برنامه بیگودار هست یه توضیح مختصری بدم که چه کار میخوام بکنم. حتما برای خیلیاتون پیش اومده، خیلی وقتا رفتید یه فیلم خیلی خوبی دیدید، یه داستان قشنگی شنیدید، یه موسیقی خوبی گوش کردید و و و و دلتون خواسته برید اونا فیلم و موسیقی رو داستان هرچی بوده برای دوستاتون تعریف کنید، دوستانی که خیلی نزدیک هستید برایشون تعریف کنید که همون لذتی که شما بردید اونها هم ببرن. توی بیگدار قصد من اینه که مطالب شنیدنی، خواندنی، دیدنی، چیزایی که به نظرم جالب و تماشایی یا شنیدنی میان و میارزه که بازگو بشه که دیگران هم ازش لذت ببرن رو بیام اینجا راجع بهش صحبت کنیم. این کل برنامه است که ما در بیگدار در برنامه های مختلف دنبال خواهیم کرد. تو اولین برنامه مایلم راجع به یکی از خصیصه های سعدی، برجسته ترین و بزرگترین شاعر ایران و جامعه شناس ایران صحبت کنم که راجع به سعدی خب مسلماً تا دلتون بخواد صحبت شده، کتاب نوشته شده، حرف زده شده، ولی هر چقدر هم که راجع بهش حرف بزنن و کتاب بنویسن و صحبت بکنن باز کم میارن، چون ابعاد و اضلاع شخصیت سعدی انقدر بزرگ و دراز دامن و دامنه داره که هیچ کس از پس بازگو کردن تمام خصایص سعدی بر نمیاد. من اینجا البته میگم حالا در برنامه های بعد راجع به ویژگی های دیگر سعدی، راجع به طنز سعدی، راجع به جامعه شناسی سعدی، راجع به شهرت جهانگیر سعدی که شاید باورتون نشه تا کجاها رفته و کیا عاشق سعدی شده بودن، راجع به اونا صحبت خواهیم کرد. ولی توی این برنامه هدفم این هست که راجع به یه خصیصه از سعدی صحبت کنم که من خودم نشنیدم، ندیدم جایی، شاید هم باشه ولی من ازش خبر ندارم، جایی راجع به صحبت شده باشه و حرف زده باشن. این مقدمه رو بگم اول که در گذشته های خیلی دور که اولا مردم، که اکثریت قاطع مردم سواد نداشتن، وضع مالی هم آنچنان نبوده، بنابراین هنرمندا، شاعرا، نویسنده ها برای اینکه زندگیشون بگذره طبیعتا میرفتن سراغ کسانی که بتونن اونها رو از نظر مالی و مادی تأمین کنن، و اون کسان هم معمولا و به طور کلی در واقع کسانی بودن که صاحب قدرت بودن و زر و زور داشتن، سلطانی بوده، حکمرانی بوده، پادشاهی بوده، به هر حال کسی بوده که این امکانات رو داشته. و بعد خیلی ها این وسط برای به اصطلاح خوش خدمتی و اینکه بیشتر بهشون برسن، بیشتر سیبیلیشون رو چرب کنن، بیشتر هواشون رو داشته باشن، خیلی از اینها یا می اومدن شخص مربوطه، یعنی اون پادشاه، حکمران، مرکز به اصطلاح برش کار میکردن و تو دستگاهش بودن، اونو خیلی خیلی بزرگ میکردن، یعنی خارج از اندازه، یا اینکه خودشون خیلی خیلی حقیر و کوچک میکردن. یکی دو نمونه رو براتون بگم. مثلا در مورد اونهایی که خودشون خیلی حقیر و کوچک میکردن، به شاعری در دربار شاه عباس نسبت میدن که شعری گفته بوده که سحر آمدم به کویت، به شکار رفته بودی، تو که سگ نبرده بودی به چه کار رفته بودی. یا از این عمیق‌تر تو چاپلوسی یکی دیگه برای پادشاه دیگری گفته بود که من خاک کف پای سگ کوی کسیم، کو خاک کف پای سگ کوی تو باشد. و نمونه های اینا رو تو شاعران کلاسیک ایران بگردید، از این نوع چاپلوسی ها و تحقیر کردن خود تا دلتون بخواد میبینید. و از برنامه عادتشونم این بوده به مجردی که اون آدم عوض میشده، خیلی وقتا آدمی که اینم ازش تعریف کرده بودن شروع میکنن بدگویی کردن، برای آدمی که تازه سر کار اومده تعریف میکردن که
اینا در کارهای میرزا حبیب قاآنی میتونید ببینید که شاعر خیلی خیلی پرقدرتی بوده، با تسلطی که بر کلمات و اوزان شعری داشته. و مثلا موقعی که میرزا تقیخان امیرکبیر میاد سر کار و نخست وزیر قبلی بر کنار میشه، با اینکه از نخست وزیر قبلی هم کلی تعریف کرده بوده، ولی تا امیرکبیر میاد سر کار شروع میکنه اون شعر بالا بلند خیلی زیبایی هم هست، با طبق معمولم با وصف طبیعت شروع میکنه که درخت های باربر چو اشتران باربر همیز پشت دگر کشیده صف قطارها. میگه تا میرسه میگه به جای ظالمی شقی نشسته عادلی تقی، که مؤمنان متقی کنند افتخارها. خلیل را نواختی بخیل را گداختی، برای هر دو ساختی چه تخت ها چه دارها. و و و یا نمونه های دیگه که به طور اعجاب انگیز و عجیب و غریبی پادشاه مربوطه، سلطان مربوطه، حکران مربوطه را خیلی خیلی ازش تعریف میکردن و با آسمون میوردنش، مال اون شاعری است که برگشت گفت: نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای، تابوسه بر رکاب قزل ارسلان زند. حالا از این زاویه میخوام برم سراغ سعدی، که سعدی که اصولا شعراشی که میخونی، گلستانشی که میخونی، یه آدمی است اصل اهل مصالحه، اهل سازش، اهل نرمش، اهل مدارا. و سرکشی هایی که میخوام بهش اشاره بکنم، آدم مثلا انتظار داره از یه شاعری که خیلی سیاسی بوده مثل حافظ، انقدر به صدا تند و تیز حرف میزده که گویا یک بار اینطوری که نوشتن اگر صحت داشته باشه، از ترس ماموران مذهبی دولتی مجبور میشن خیلی از شعرها و نوشته هاشو بسوزونن و از بین ببرن، مثل اتفاقی که بعد از انقلاب تو ایران افتاد و خیلی از خانواده ها همینطور که میدونید از ترس پاسدار و بسیج و غیر اوزاده کتاب ها و نوشته های مختلفی رو از بین بردن و سوزوندن. اون زمان هم این کار میکردن. و حافظ میگم از آن، اگر این نوع سرکشی که میخوام بهش اشاره بکنم، طبعا از حافظ انتظار میرفته، کسی که میگه: چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نانم که زبونی کشم از چرخ فلک. یا حتی در مقابل کائنات و به اصطلاح خداوند و اینا هم گردن کشی میکنه و گردن کلفتی میکنه، که اگر روز قیامت تو اون دنیا بهشت به ما ندید، ما به زور اون چیزی که بخوایم ما به دست میاریم. یه فردا اگر نه روزه رزوان به ما دهند، غلمان ز غرفه هو ز جنت به در کشیم. ولی در حافظ هیچ وقت اونجا که من دیدم نیومده اینجوری راجع به یه پادشاهی حرف بزنه که سعدی حرف زده. حالا چند تا بیت از شعر سعدی رو میخونم براتون تا ببینید که گردن کشی های سعدی و غرور سعدی تا کجا بوده. میگه: مرا تب از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود. یعنی اخلاق من و رویات من به این جواسم از پادشاه ها تعریف بکنم و مدحشون بگم و بابا چرچه براشون بکنم نبود، من این کاره نیستم. ولی حالا اینجا جالبه، در زمان زمانی که میخواستن، همیشه اینطوری بوده، با شاهی صحبت بکنن یا حکرانی چیزی صحبت کنن، خیلی با حالا کلمات عجیب و غریب زیاد که به کار بودن که جای خودش، ولی حداقل مثلا با کلماتی مثل اعلی حضرت، نمیدونم قبله عالم، اعلی حضرت قدر شوکت، نمیدونم چه از این الفاظ استفاده میکردن. ولی سعدی ببینید راجع به پادشاهی که میخواد حالا ازش تعریف بکنه چطوری ازش اسم میبره، میگه: ولی نظم کردم به نام فلان. از پادشاه مربوطه به جای حالی جناب و اعلی حضرت و قبله عالم بهش میگه فلان. ولی نظم کردم به نام فلان، که تا باز گویند صاحب دلان که سعدی که گوی بلاغت رو بود در ایام بوبکر بن سعد بود. خب حالا مشخص کرده که پادشاه مربوطه هم کیه، گفته بودم اهل چیزم نیست، اهل تعریف کردنم نیست، ولی حالا این بار تصمیم گرفته یه چیز راجع به پادشاه بگه. اینجا مثلا قراره که مثل بقیه که این کار رو میکردن پادشاه رو به اوج برسونه و چیزای عجیب و غریب راجع بهش بگه، ولی میگه: هم از بخت فرخنده فرجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست. یعنی داره برمیگرده به پادشاه مربوطه، میگه که تو باید بری افتخار بکنی، پوز بدی، جست بگیری،
که انقدر خوش اقبال بودی، انقدر خوشبخت بودی، انقدر بلیتت برده بوده که زمانی شاه شدی که سعدی زندگی میکرده. این درجه از غرور، از سرکشی رشکنگیز و تحسین انگیز راجب سعدی واقعا. حالا گفتم در برنامه های بعدی راجب جلوه ها و خصوصیات دیگری از سعدی در هنرش، در شناخته شدنش در سطح جهانی، در طنزش، در جامعه شناسیش حرف خواهیم زد، ولی این از اون خصلت هایی بود که من ندیده بودم کسی راجع به سعدی بهش اشاره کنه و گفتم که اولین برنامه بیگدار رو به اون اختصاص بده. اگر این نوع برنامه ها مورد علاقتون هست و دوست دارید، محبت کنید اون سابسکرایب بشید، مشترک بشید. یه زنگوله هم هست، نمیدونم به چه درد میخوره، میگن حتما باید اونم بزنید، اونم بزنید. و مهمتر از همه اگر محبت بکنید چنانچه این برنامه ها مورد علاقتون هست، اون رو توی لیست ایمیلتون برای دوستانتون بفرستید و در صفحات سوشال میدیایی که استفاده میکنید، حالا فیسبوک، توییتر، اینستاگرام یا هرچه هست، اینها رو اونجا معرفی بکنید. ازتون سپاسگزار خواهیم شد. تا بیگداری دیگر، شب و روز و روزگاران به همه شما خوش.